سوال فقط مطرح کنید این مناظره دیالوگ نشه بین شما و مهمان. خانم معصوم شهید تشریف بیارن، بعدم آقای محسنی بیارن. آقای پزشکیان، من از اهالی کرمانشاهم، خطه شجاع کردبشین. صحنه های دلخراشی را دیدم که تمامی وجودم را آزرده است. دختری که تمام خانوادهش زیر آوار مانده بود، خانواده‌ای که قارنشین بودند و ریزش کوه قار را هم از آنها گرفته بود، پیرزنی که تنها به خاطر رسیدن نایلون برای سقف چادرش دست مردم را می‌بوسید. مردمی را دیدم که هنوز امید داشتند. نمایندگان لیست امید برای آنها چه کردند؟ اگر کمک‌های مردمی نبود چه کسی به داد آنها می‌رسید؟ آقای پزشکیان، جواب سوال‌هایمان را بدهید. قبل از انتخابات حرف‌های قشنگی می‌زدید، اما صحبت‌های جدیدتان جامعه دانشجویی را دلخور کرده است. آقای پزشکیان، در دانشگاه شهید بهشتی میگویید به مردم برای رأیتان مدیون نیستید؟ قطعا شما و تمامی لیست امید که بود و نبود بعضی از آنان فرقی نمی کند و به تمامی مردمی که به شما رأی دادن مدیونید، باید پاسخگوی وعده هایتان باشید. با شعارهای باید، با شعارها و باید و نباید هایی که در سخنرانی هایتان میگویید مشکلات حل نمی شود. باید مطالبه های ما را بشنوید و پیگیری کنید، چرا که اگر رأی ما نبود، نه شما و نه هیچ یک از افراد فهرست در مجلس نبودید و این گونه با نگاه بالا به پایین به مردم نگاه نمی کردید. آقای پزشکیان، پیش از انتخابات ریاست جمهوری به میان مردم رفتید؟ اگر رفتید قطعا موج ناامیدی را دیده اید. تلاش شبان و روزی دانشجویان بود که نشاط را به جامعه بازگرداند، اما بعد از انتخابات شاهد چه بودیم؟ وزیر زن داشتیم یا وزیر اهل سنت؟ در آخر هم گزینه 20 و چندم آقای رئیس جمهور برای وزارت علوم انتخاب شد و هیچ یک صدای ما را برای معیارهای وزیر دانشگاه نشنیدیم و ما ماندیم و که دانش و ما ماندیم و دانشگاهی که رو به سقوط است و ما ماندیم و احضار، ما ماندیم و تهدید، ما ماندیم و بازداشت و ما ماندیم و دانشجویان ستاره داری که به دستور وزیر اطلاعات دکتر روحانی پشت درهای دانشگاه ماندن. البته باید بگویم ستاره دانشجو مدال افتخاری شده است. آقای پزشکیان، اگر دانشجویان و رأی مردم نبود، وقتی شعار مجلس بیکفایت نمیخواهیم را در دانشگاه شهید بهشتی شنیدید، آنها را بیکفایت خطاب نمیکردید. آقای پزشکیان، با گردش به راست آقای روحانی و عملکرد شورای شهر، اگر نمایندگان همان رویه ای را که برای انتخاب وزرا انتخاب کردن در پیش بگیرند، دیگر تکرار میکنیم سید محمد خاتمی و رأی میدهم میر حسینمان هم مردم را به پای صندوق نمیآورند. آقای پزشکیان، از شما درخواست داریم محافظه کاری را کنار بگذارید و کمی جسارت و شجاعت به خرج بدهید. مطالبات دانشجویان را بشنوید، پیگیری کنید و مانند دیگر نمایندگان تنها به توییت کردن یک پست اکتفا نکنید. آقای پزشکیان، ابرهای امید شما فضا را تیره می‌دارد ولی هرگز نمی‌بارد. زنده باد آزادی. صبر کن، من باید یه مقداری آتشی که درست کرد بکنی.